یکمین روز اسفند ماه برابر با 20 فوریه، روز روحانیت و دفاع مقدس، چون هواپیماهای حامل حجت الاسلام محلاتی نماینده رهبر مذهبی ایران در سپاه به همراه 8 تن از نمایندگان مجلس و مسئولین دیگر که عازم جبهه جنگ با عراق بودند مورد حمله دو فروند جنگنده عراقی قرار گرفت و در نزدیکی اهواز سقوط کرد و کلیه سرنشینان آن که نزدیک به 50 نفر بودند کشته شدند و تعداد زیادی از این افراد روحانی بودند، این روز در تقویم‌های ایران روز روحانیت و دفاع مقدس نامگذاری شد. سال 997 خورشیدی برابر با 1619 میلادی، ناخدای یک کشتی هلندی 20 سیاه پوست را که در آفریقا شکار شده بودند در ویرجینیای آمریکای شمالی فروخت و با این عمل کار انتقال برده از آفریقا به آمریکا آغاز شد. سال 1100 خورشیدی برابر با 1722 میلادی، زادروز حاج لطف‌علی بیک آذر بیگدلی، شاعر و ادیب ایرانی که مدتی مداح جانشینان نادرشاه و سپس ستایشگر کریم خان زند بود، منظومه یوسف و زلیخا و نیز تذکره آتشکده از آثار مهم وی به شمار می رود. سال 1055 خورشیدی برابر با 1677 میلادی، شکست نیروهای اسپانیا در هایتی از سپاهیان فرانسه. سال 1244 خورشیدی برابر با 1866 میلادی، پایان جنگ نیروهای فرانسه و آزادی خواهان مکزیک با به سلطنت رسیدن ماکسیمیلیان شاهزاده اتریشی در این کشور. سال 1306 خورشیدی برابر با 1928 میلادی، اعلام امضای پیمان اورشلیم بین اردن و انگلیس که بر اساس آن که در اورشلیم یا بیت المقدس به امضا رسیده بود، بازرسی دارایی اردن، حق امتیازها، قانونگذاری، نیروهای نظامی، امنیت بیگانگان و حق اعلام حکومت نظامی در اردن به انگلستان واگذار گردید. در واقع با امضای پیمان اورشلیم، اردن بدون مشورت با لندن در سیاست خارجی و حتی داخلی خود حق تصمیم گیری نداشت. این پیمان به ویژه در مورد مسائل نظامی تمامی حقوق و اختیارات مربوط به نیروها و ادوات جنگی و حتی حق داوری در امور نظامی و نظامیان را به انگلستان واگذار کرده بود. سال 1340 خورشیدی برابر با 1962 میلادی، در حالی که پیش از این فضانوردان روسی به دفعات کره زمین را دور زده بودند، اولین فضانورد آمریکایی به نام جان گلن با سفینه‌ای به نام آپولو به دور کره زمین گردش کرد. سال 1345 خورشیدی برابر با 1967 میلادی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو افتتاح شد که در ارتباط با توسعه حقوق بشر، ارتقاء حمایت از حقوق بشر، بررسی وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها و بررسی مکاتبات با اشخاص در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر فعالیت می نماید.